شاید این فکر کنم اولین بار باشه که یه گوشی که اسمش گوشی گیمینگه برای ما اومده که بخوایم واسه تون بررسیش کنیم. البته من این گوشی رو قبلا آنباکسش رو انجام دادم و الان میخوام بررسیش رو انجام بدم. گوشی هم که میخوام بررسیش رو انجام بدم اسمش همین پوکو X3 GT. گوشی که جدید همون پوکو X3 که خیلی محبوب پرفروش بود ولی یه خورده بهتر. خب در مورد این گوشی بخوام بگم اینه که خب پوکو کلن برندیه که گوشی های توانه پردازش زیادی داره ولی خب چیزهای دیگه شو زیاد پوکو زیاد دقت نمی کنه. چقدر زیاد گفتم. و توی این گوشی هم همینه، یعنی این گوشی توی قیمتش شاید بشه گفت مثلا یکی از قوی ترین گوشی هایی که میشه با این قیمت خرید ولی توی چیزهای دیگه اش خورده پوکو ضعف داشته که حالا جلوتر در موردش بهتون میگم. و البته گلارم توی یه برنامه جداگانه همه مدل‌های مختلف شیائومی با هم بررسی کرده که لینکش رو این پایین براتون میذارم که توی اون توضیح داده قشنگ که کدوم مدل شیائومی به درد کی میخوره. اما قبل اینکه بریم سراغ بررسی ازتون میخوام که همین الان اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید این دکمه سابسکرایب این پایین بزنید، اون زنگ بغلش هم بزنید که برنامه‌های بعدی ما رو از دست ندید. اگر هم دارید تو اینستاگرام برنامه رو می‌بینید این دکمه فالو رو از این بالا بزنید اگر که هنوز نزدید. کیفیت بدن این گوشی چیزی نیستش که من دوستش داشته باشم. کلا از پلاستیک و شیشه ساخته شده. جلوش که صفحه شیشه است و پشتش و فریم دورش پلاستیکیه. فریم دورش فریمیه که مشخصه تقریبا که پلاستیکه ولی خب یه کوتینگ خوبی داره که اذیت کننده نیست و ماته من دوست دارم. اما در مورد پشتش من این رنگش رو زیاد دوست ندارم. رنگ آبیش هم باز همین جوریه که یه حس یه جوری پلاستیکی میده به آدم. ولی اگه رنگ مشکیشو بخرید رنگ مشکیش اصلا هیچ مشکلی نداره و من اصلا با رنگ مشکیش ممکنه اونم پلاستیکی هیچ مشکلی ندارم چون پترنش مثل این نیست. این یه خورده پترنش یه جوریه که مشخص پلاستیک. من دوست ندارم. دادم دست یکی از بچه‌ها دیروز باش کار کرد و گفت تو پشتش چقدر باحاله. گفتم اتفاقا من پشتش مشکل داشتم. گفت نه به نظرم پشتش خیلی باحاله. باز اینم به نظر شخصیتون بستگی داره. طراحی دوربینش هم خیلی طراحی خاص و قشنگیه. یعنی اینجوریه که خب دوربین گوشی پشت گوشی گوشی رو خورد خوشگل کرده و به دیزاین گوشی کمک کرده که خیلی اتفاق خوبیه. اما سمت چپ گوشی فقط درگاه سیم کارت داریم، چیز دیگه وجود نداره. بالای گوشی یه دونه سنسور اینفرارد داریم که باعث میشه مثلا کولر و تلویزیون اینا رو کنترل کرد که خیلی اتفاق خوبیه. من خیلی فیچر رو به نظرم فیچر نیازیه تو گوشی‌ها باشه. کاش وان پلاس هم اضافه کنه. و غیر از این بالاش اسپیکر داره با میکروفون. پایینش هم باز اسپیکر وجود داره، یه دونه درگاه تایپ سی، یه دونه میکروفون وجود داره که یعنی جک هدفون نداره. گوشی که گیمینگه به نظر من باید جک هدفون داشته باشه ولی خب نداره. سمت راستش اما سمت راست جذابیه واسه من چون که دکمه پاور داره که داخل دکمه پاورش حسگر اثر انگوش وجود داره که بهترین جا برای حسگر اثر انگوش به نظر من سمت راسته. که البته من دیدم کسایی که چپ دستن زیر برنامه کامنت میذارن که آره ما یه خورده اگه سمت راست باشه اذیت میشیم، تو صفحه نمایش بیشتر دوست داریم. ولی خب برای ما راست دست ها مثلا رو دکمه پاور سمت راست باشه خیلی عالیه. دکمه های ولوم و تنظیم صداش هم همین سمت راستشه که خیلی اتفاق خوبیه. و یعنی اینکه یه مثل گوشی های مثلا ما یا مثلا اپل نیستش که وقتی گوشی رو میخوای صفحش رو روشن کنی اشتباهی بزنی اسکرین شات بگیری بعد سندروم اسکرین شات بیقرار میشه. این یه همچین حالتیه که واقعا هم خوب نیست. اما در مورد صفحه نمایش این گوشی، این گوشی یه صفحه نمایش 1080x120 هرتزی داره که LCDه. با توجه به قیمتی که داره به LCD بودنش نمیشه ایراد گرفت ولی 120 هرتز بودنش خیلی فوق العاده است. و چیزی که معمولا من تو صفحه های LCD 120 هرتزی میدیدم توی گوشی این قیمتی این بود که صفحه 120 هرتزی بود، سرعت تصویر خوبی داشت اما این تاچه با اون 120 هرتزی نمیتونست هماهنگ باشه و یه جوری انگار مثلا کم میاره، مثلا سرعت تاچ آدم نسبت به سرعت 120 هرتزی صفحه نمیرسید و یه خورده آدم احساس میکرد که تاچش داره دیر کار میکنه. اما تو این گوشی اینجوری نیست و این خیلی اتفاق خوبیه. و خب همین قضیه نکته مثبتش اینه که توی قضیه بازی و گیمینگ هم چون که خب دقت تاچش بالاست
سرعت تاچش بالاست، خیلی میتونه کمک کنه. اگر دنبال گیمینگ هستین واقعا این گوشی خیلی گوشی فوق العاده ایه. اما در مورد حالا خود صفحش بخوام بگم، نور و رنگ خوبی داره. رنگش من اوکی، رنگش بین صفحه ال سی دی واقعا فوق العاده است، ولی نورش یه کوچولو کمتر از حد انتظارمه و من دوست داشتم نورش یه خورده بیشتر باشه، ولی خب چون که زیاد زیر نور مستقیم خورشید کار نمیکنم باهاش، اونقدر اذیت هم نمیکنه. و این دوربین سلفیش هم داخل صفحه نمایشه که طراحیش خوب و جدیده، مثل بعضی نیست که حتی رو لپتاپشون هم ناچ میذارن. حسین میدونه کی رو میگم، نام نمیبرم. به حال دیزاین باید مدرن باشه، یه سری آدم ناچ میذارن رو گوشی و لپتاپش. اما بریم سراغ پرفورمنس این گوشی. این گوشی یکی از سریع ترین گوشیایی که میتونید توی قیمت بخرید. خیلی‌ها میخوان اینو مثلا با 732 جی مقایسه کنن یا 720 جی دایمنسیتی 1100 که توی اینه، که یه دونه چیپ 7 نانومتریه که خیلی عالیه، اما این برای مقایسه با اون نیست. دایمنسیتی 1100 یه چیزی تو مایه های اسنپ درگون 778 ولی یه کوچولو از اون ضعیف‌تره و از اسنپ درگون 765 جی قوی‌تره، که این خیلی اتفاق مثبتیه که این گوشی تونسته تو این قیمت همچین چیپستی رو داشته باشه. البته قبل از این اگر که میگفتن یه گوشی توش مدیا تک داره، من فقط جیغ میزدم و فرار میکردم. اما خب در مورد این گوشی همچین قضیه وجود نداره و انقدر مثلا سرعتش عالی بود، من خیالم از این بابت راحت بود که میتونستم راحت با این گوشی همه چی رو اجرا کنم، همه بازی ها رو انجام بدم. که البته این نسخه هم که ما اینجا داریم 8 گیگرم 256 که خیلی سرعت خوبی داره و همه اپلیکیشن ها و همه بازی ها اینا توشون واقعا عالی اجرا میشه. من مشکلی نداشتم. در مورد داغ کردن هم من اصلا ندیدم این گوشی داغ کنه، یعنی مثلا بازی اسکای دیگه تو هر گوشی باز میکنین گوشی داغ میکنه، ولی تو این گوشی اسکای داغ نمیکرد. اینجا هم یه نکته رو بگم که این گوشی بررسی گیمینگ هم میشه، توی کانال بینوشا جوی بررسی گیمینگش رو میذاریم که حتما اونجا ببینید، لینک کانال بینوشا جوی این پایین براتون میذارم. اما این گوشی خیلی فوق العاده بود. حالا اگر که میخواید این گوشی ها بخرید، توصیه من اینه که برید از تکنولایف بخرید، که تکنولایف این گوشی ها برام فرستادن، دمشون گرم. من چک کردم، حالا اون زمانی که من چک کردم قیمت های تکنولایف نسبت به سایت های دیگه خیلی مناسب تر بود و همین قضیه خیلی نکته مثبتی بود. و نکته خیلی مثبت ترشون هم اینه که بچه های تکنولایف معمولا برای خریداران گوشی هاشون یه سری جایزه ها و قرعه کشی ها میذارن که الان در حال حاضر چک کردم مثل این که دارن یه دونه 206 جایزه میدن. پس اگر که میخواید این گوشی رو بخرید حتما برید توی سایتشون، از سایتشون خرید کنید که جایزه و این چیزا هم بهتون میدن که خیلی فوق العاده است. لینکشون رو این پایین براتون میذاریم، حتما برید پیجشون سر بزنید، پیجشون و سایتشون سر بزنید. اما الان که داشتم معلوم این گوشی اینجا دستم گرفتم کار میکردم، یه نکته افتادم، این که حسگر اثر انگشتش خیلی اثر انگشتو میگیره. یعنی مثلا من اینجوری ام که اینجوری واسه اینجا دارم حاسمون نگاه میکنم، بعد گوشی اینجوری میگیرم بالا، بعد مثلا این میخوره گوشه لپم مثلا اثر انگشتش، بعد اینجا هم میخوره بازم ویبره میره، میگه که من اثر انگشت گرفتم نشد. بعد هی این گوشی رو باز میکنی، گوشی که باز میکنی میخوای با اثر انگشت باز کنی، باز نمیکنه با اثر انگشت خودت، میگه که من اینو تو منی اتمپت تست، یعنی هی انقدر اثر انگشت زدی که دیگه نمیتونم باز کنم. در که من اثر انگشت نزدم، مثلا تو جیبم بوده، دستم تو جیبم بوده، کف دستم میخورده به اینجا، هی اثر انگشت، مثلا اثر کف دستم میگرفته به جای اثر انگشت، و سر همین هی مجبور میشم که کد بذارم با خاطر اینکه اتمپتاش زیاد میشه. یه خورده اثر انگشتش حسش زیاده، نمیدونم چرا هر چیزی رو میگیره، آقا من اثر انگشت باید بزنم دیگه. ولی خب سرعتش خیلی خوبه، واقعا یکی از سریع‌ترین حسگرای اثر انگشتی که تا حالا باش کار کردم. احتمالاً اینکه دلیلی هم که اینقدر همه چی رو اسکن میکنه همینه. ولی در کل گوشی خوبیه. دوربین این گوشی یه دونه دوربین 64 مگاپیکسلیه که دوربین اصلیشه، یه دونه 8 اوترا وایده که دوربین دومشه، یه دونه 2 ماکروه که کلا بی خیال. در مورد ماکروها من زیاد صحبت نمی‌کنم، چون دوربینای مخصوصا 2 مگاپیکسلیش واقعا به درد نخوره، مخصوصا بعد اینکه با ماکرو آیفون کار کردن اصلا هیچکون به چش نمیاد. نمیخوام مقایسه کنم گوشی مثلا 7.5 میلیون تومانی و با یه دونه گوشی 35 میلیون تومانی 40 میلیون تومانی، ولی خدایی اما اون حتی لنز ماکرو نداشته بود حسین. آیفون بدون لنز ماکرو اونجوری ماکرو میگرفت. قیمتش هم مهمه، ولی خب واقعا ماکرو گذاشتن ندارن. اما با همون دوتا دوربین میدادی، ولی دوربین 8 مگاپیکسل بهتر میکردی بهتر بود. حالا الان میگم برای این تایپ سی
ناچم نداری. آقا این دوربین 64 مگاپیکسلیش توی نور روز، توی نوری که مثلا اینجا نور استودیویی و فلان و اینا میخوای از سابجکتت عکس بگیری، عکس خیلی خوبی میگیره. عکس اوکیه، 64 مگاپیکسلیه، میتونی مود 64 مگاپیکسلش رو فعال کنی، با خود 64 مگاپیکسلی عکس بگیری که خیلی اتفاق خوبیه. و با توجه به قیمتش واقعا دوربین اصلی خوبی داره، با اینکه تو شب یه خورده ضعیف عمل میکنه که من احتمال میدم یکی از دلایلش اون مدیاتک داخلشه، چون مدیاتک توی زمینه عکاسی خیلی ضعیف‌تر از اسنپ دراگون عمل میکنه. و اگر دنبال این هستین که یه گوشی بخرید که دوربین خوبی داشته باشه، یه خورده دنبال این باشید که اسنپ دراگون بخرید بیشتر تا اینکه برید سراغ این. مثلا تو همین قیمت حدودا ردمی نوت 10 پرو یه خورده گرانتره، ولی ردمی نوت 10 پرو هم همین قیمت وجود داره. و کلا دوربین 64 مگاپیکسلیش اوکیه، یعنی مثلا میتونم بهش از 10 با توجه به قیمتی که داره مثلا 6.5 7 رو بدم، 6.5 رو بدم. اما دوربین اولترا وایدش مثلا بخوام خیلی ارفاق کنم 2 از 10 بهش میدم، 1 از 10 بهش میدم، چون توی بهترین نور ممکنم حتی نمیتونه عکس خوبی بگیره. و واقعا کیفیت عکس دوربین اولترا وایدش برای من غیر قابل استفاده بود، مگه اینکه زیر نور خورشید توی یه طبیعت بسیار زیبا مثلا وسط پارک ملت بری عکس بگیری، بگیری با چقدر زیباست. دیستورشنی که مثلا دوربین اولترا وایدش میده واقعا وحشتناکه. و کلا من ترجیح همینه که سمت مثلا عکاسی با دوربین اولترا وایدش نرم، بیشتر سمت همون مثلا دوربین 64 مگاپیکسلیش باشم. و دوربین تلفوتو هم که گفتم، حالا سه تا دوربین داره، یکیش هم ماکرو. دوربین تلفوتو هم نداره ولی زوم دیجیتال داره، که اون زوم دیجیتال هم زیاد اوکی نیست، که اونم میگم احتمالاً باز به خاطر اون سی پی یو مدیاتکشه، که احتمالاً مثلا اون حالت ایمیج کنترلر، ایمیج سنسور کنترلر رو نداره توش. بخاطر همین عکس ها رو همینجوری باز خودش میگیره، پردازش خاصی توی چیپستش انجام نمیشه. که این دارم توی یه دونه برنامه جداگانه در مورد اینکه دوربین چه گوشی از همه بهتره توی گیکی تاکی بود گفتیم، اونجا تو لینکش این پایین براتون میذاریم. دوربین سلفی شمعی، دوربین سلفی گنده است وسط صفحهش، که خب یکی دلیل گنده است اینه که خب LCD این صفحه و نمیشد کوچیکترش کنن. این دوربین سلفی که وسطش 16 مگاپیکسلیه که 1080 سی فریم میگیره اوکیه، چون که گوشی 22 میلیون تومانی وان پلاس هم 1080 سی فریم دوربین سلفیش میگیره. اگه زیاد کنم 60 فریم میگیره وان پلاس، ولی خب کلا 1080 این چی آخه. ولی دوربین پشتش 4K 30 فریم هم میگیره که خیلی اتفاق خوبیه با 1080 120 فریم، که اینم باز اتفاق خوبیه. ولی خب میگم تو نور خوب باید باشید دیگه. اگه این گوشی رو میخرید برای سی پی یوش باید بخرید، برای دوربینش نه بخرید. از همین الان بهتون بگم، نه دوربین جلوش دوربین جلوی خیلی خوبیه، نه دوربین عقبش دوربین خیلی خوبیه. این گوشی قوی ترین چیپست تو این قیمت رو داره و بدترین دوربین تو این قیمت رو، حواستون به این نکته باشه. اما چیزای جالبی که در مورد این گوشی مونده بگم بهتون اینه که باتریش یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتیه که واقعا تمام نمیشه. یعنی این گوشی الان نزدیک یه هفته است دست منه دیگه. خب و توی این یه هفته من این گوشی یه بار بیشتر مجبور نشدم شارژ کنم، جدی واقعا این یه بار بیشتر مجبور نشدم شارژ کنم. و حالا درسته که سیم کارت توش نبود، ولی من با این گوشی عکس گرفتم، بازی کردم، کارهای مختلف انجام دادم. درست حالا یه تایمایی هم میذاشتم یه گوشه با هم گوشی خودم کار میکردم، ولی از لحاظ باتری این گوشی واقعا فوق العاده است، چون احتمالا چیپستش هم چیپست خیلی کم مصرفیه و باتریش واقعا فوق العاده کار میکنه. غیر از اینکه باتریش فوق العاده است، بذار اصلا نشونتون بدم. شارژرش فریکین 67 واته، شارژر 67 واتی داره. بعد گوشی من وان پلاس 65 واته، دونیم برابر این پولشه. اون کابلش هم که ماشاءالله واقعا کابله و واقعا باتریش باتری خوبیه، شارژر خوبیه و از این نظر واقعا فوق العاده است که من واقعا توی این بخش بهش امتیاز 10 از 10 میدم. باتری و شارژرش واقعا در حد گوشی‌های 1000 دلاریه و حتی از این سری گوشی‌ها که 1500 دلار 1800 دلار هم پولشونه، نام نمیبرم مثل آیفون و زد فولد 3 و فلان اینا، هم باتریش بهتره هم شارژرش بهتره. تایپ سی هم هست، لایتنینگ هست. کیفیت اسپیکرش هم باید حاجه به این که اسپیکرش چیز استریوه کیفیت خوبی داره، ولی این قضیه که خب قیمتش پایینه باعث این شده که شیامی نتونه از
حالا پوکو نتونه از بهترین سخت افزار برای اسپیکرش استفاده کنه و یه خورده اسپیکرش ضعیف شده، توی صدای بالا میخورده خشخش میکنه، ولی در کل بلندی صداش واقعا فوق‌العاده است که من خیلی راضیم. واقعا بذار یه نمونه براتون تصویر باز کنم صدا. واقعا جالبه، یعنی واقعا جالبه، کیفیتش واقعا خوبه به نسبت قیمتش رو ببینید. من این به نسبت قیمت رو تاکید میکنم بهتون، فردا نگید که گفت خیلی خوبه بعد برید با آیفون مقایسه کنید ببینید خوب نیست. به نسبت قیمتش این گوشی واقعا فوق العاده است، همیشه خیلی دور بینش. و این بود نظرتون در مورد این گوشی. نظرتون در مورد این گوشی، این پوکو سری جی تی، حتما توی کامنت برام بنویسین، با هم در موردش صحبت میکنیم. به نظرتون این گوشی خوبه؟ شما اگه باشید این گوشی رو می‌خرید یا مثلا گزینه‌های دیگه که توی قیمت وجود داره توی کامنت‌ها بگید، با هم در موردش صحبت می‌کنیم. اگه برنامه رو دوست داشتین لطف می‌کنید که کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و اون زنگ بغلش هم بزنید که برنامه بعدی رو دست ندید. این برنامه رو هم لایک کنید که دمتون گرمه. اگر می‌خواید با هم بیشتر در ارتباط باشین فقط کافیه تو شبکه‌های اجتماعی یوزرنیم @مینو شکست ما رو دنبال کنید. چرا یادم رفت دور این بیمش چه؟ میزنیم بکا ایکس دینه چه تنه 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 بکا ایکس دینه چه تنه